زشت و زیبای حضور رونالدو در تهران، همه مقصرند به جز شما. رونالدو به ایران میاد. همین خبر کافی بود تا هرچه به زمان ورود ابرستاره فوتبال جهان به تهران نزدیک میشیم، صدر اخبار فوتبالی در کشور رو تحت تأثیر خودش قرار داد. از زمانی که پرواز النصری از ریاض بلند شد و به سمت تهران اومد، میتونستیم این شغل رو در بخشی از جامعه فوتبال دوست حس کنیم. بیش از 8000 نفر که عدد عجیبی، هواپیمای النصر در آسمون رو با استفاده از وبسایتی که مسیر حرکت هواپیماها رو نشون میده دنبال می‌کردن. گاف اول اما مربوط به حضور مردم که از دیروز حسابی در فضای مجازی و با نگاه‌های متفاوت به اون پرداخته شده نبود. گاف اول رو در همون فرودگاه باشگاه پرسپولیس انجام داد. چیکار کرد؟ این که به رونالدو هدیه بدیم و پشت این که ما ایرانی ها میهمان نواز هستیم قایم بشیم، نشون از حرفه‌ای نبودن مسئولای باشگاه پرسپولیس داشت. حتی اگه فرش ایرانی در دنیا شناخته شده باشه، این حجم از ذوق‌زدگی مدیرای پرسپولیس در مواجهه با رونالدو حرفه‌ای نبود. بحث حضور مترجم زنم یکی از مواردیه که مسئولای باشگاه پرسپولیس باید در مورد اون شفاف سازی کنن. اینکه آیا مترجم استفاده شده با توجه به توانایی و لیاقتش در کنار رونالدو قرار گرفته یا اینکه موارد دیگه‌ای در اولویت بوده. دو، گاف دومم در همون فرودگاه اتفاق افتاد. مجری شبکه سوم سیما که به فرودگاه فرستاده شده بود، تو همون جایی که رونالدو و بازیکنای النصر نشسته بودن ارتباط زنده برقرار کرد. غیر حرفه‌ای ترین جای ممکن ارتباط برقرار شد و در حالی که یک بار یکی از النصریا به مجری مربوطه اخطار داد که کاسه کوزش رو عملا جمع کنه و بره، به اخطار اون توجهی نشد و در حالی که مجری داشت صحبت میکرد، همون فرد محکم با دستش به دوربین کوبید و ارتباط زنده قطع شد. اینکه یه مجری حرفه‌ای نباشه و رفتارش تحقیر رو برای رسانه به همراه بیاره، خیلی مهمتر و نکوییده تر از مردم در خیابونه. سه، مردمی که دنبال اتوبوس رونالدو میدوئن. باشگاه النصر ساعتی بعد از حضورشون در تهران، ویدیویی رو از استقبال مردم از رونالدو در شبکه‌های اجتماعیش منتشر کرد. برای اینکه متوجه بشیم جمعیتی که برای دیدار با رونالدو رفته بودن خبط و خطایی نکردن، فقط کافیه به ویدیوهای حضور این ستاره پرتغالی در سایر کشورهای آسیایی مراجعه کنیم. کمترین کاری که در اکثر کشورها طرفدارای رونالدو کردن این بوده که دوست داشتن اونو ببینن و باهاش عکس بگیرن. حالا اینکه هواداری فوتبال بخوان دنبال اتوبوس رونالدو بدوئن در هیچ کجای جهان نکویده نیست و حتی النصریا در حساب رسمی خودشون در توییتر از تیتر چیزهایی که خریدنی نیست برای این حرکت مردم ایران استفاده کردن. 4، آقا مردم مقصر نیستن، آدرس غلط ندین. اینکه شما نتونید با وجود تمام علاقه‌ای که به رونالدو وجود داره فضایی رو هم فراهم کنید که چند صد نفر داخل هتلی که تیم النصر حضور داره فریاد رونالدو سر ندن، مقصر اون مدیریت ضعیفه، نه مردم علاقه من. ذات خیلی از هوادارا نه فقط در بحث حضور رونالدو در ایران، بلکه در مواجهه با سلبریتی‌های سرشناس در همه جای دنیا دیدار و عکس گرفتنه. تفاوتی که وجود داره اینه که مدیریتی حرفه‌ای در بخش‌های مختلف باعث میشه که فریم‌های عجیب و غریب در اون دیدارها ثبت نشه. اما نقش مدیریت ضعیف در حضور رونالدو در ایران در ویدیو و عکسایی که منتشر شده پررنگه. این از بسته ما در مورد رونالدو. کیت پرسپولیس برای دیدار با النصر هم رونمایی شد و فقط تفاوتش تغییر اسپانسر از فارسی به انگلیسیه. چهره آیمر گلاپورتو میبینید که یادمون نره سال گذشته موفق شد به همراه تیم منچستر سیتی قهرمان لیگ انگلیس و لیگ قهرمانان اروپا بشه و دفاع وسط النصر و زیر سایه رونالدو و حتی مانه قرار گرفته. طرح زیبایی که بخش عربی وبسایت گل برای دیدار امروز منتشر کرده، تصویری از لحظه‌ای که اتوبوس رونالدو در محاصره هواداره ایرانی بود، کریستیانو رونالدو از بد و ورود به ایران لبخند همیشگی خودش رو روی صورت داره. روز گذشته هم اتوبوس النصر با عبور از میدان آزادی به سمت شمال تهران و سعادت آباد حرکت کرد. اینم جنگ ستارگان با حضور رونالدو. من سکوت میکنم که همکارم واسهتون نریت کنه. ببینیم با هم دیگه. نبرد با النصر در چند سال گذشته برای پرسپولیسی‌ها خاطرات شیرینی رو به همراه داشته. سرخپوشان ایران در دو دیدار اخیر مقابل شوالیه‌های نجد صحنه‌های خاطره انگیزی رو رقم زدن، از گل مهدی طارمی و خوشحالی معروف او. گل برای پرسپولیس. طارمی حساب کارو 1-0 میکنه. تا حذف النصر در ضربات پنالتی و صعود دراماتیک به فینال رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا.
حالا النصری ها زخمی از دو شکست آخر با ستاره های میلیون دلاری برای انتقام آمدند. رونالدو، مانه، بروزوویچ، اوتاویو و لاپورت، ستاره هایی که پیش از این در دیدارهای لیگ قهرمانان اروپا حضور داشتند، حالا در کنار هم در لیگ قهرمانان آسیا مقابل پرسپولیس سفرایی خواهند کرد. ورزشگاه آزادی چنین اجماعی از ستارگان را تا به حال به خود ندیده. اما این نبرد بزرگ بدون حضور تماشاگران برگزار میشه. حالا میلیون ها هوادار فوتبال نبرد پول های آسیا را در ورزشگاه خالی از تماشاگر و از قاب تلویزیون دنبال خواهند کرد. در هرج و مرج حضور رونالدو و النصر در ایران، پسران یحیی تمرین منظمی را انجام دادند و علی بیرو مصمم و با اراده به تمرینات بازگشت و قوت قلبی برای هواداران باشند. همه چیز آماده است برای یک فوتبال فراموش نشدنی. تصویری از یک پل در بزرگراه چمران برای روحیه به تیم پرسپولیس. اینم آدریان، کودک خردسال که موفق به ملاقات با رونالدو شد، در گفتگو با یکی از خبرگزاری‌ها از جزئیات این ملاقات خاص صحبت می‌کنه. AFC سه چهره مهم از هر تیم رو روی پوستر بازی قرار داده: رونالدو، مارسلو بروزوویچ، سادیو مانه در تیم النصر، اونورا مهدی ترابی، گورگی گولسیانی و وحید امیری در تیم فوتبال پرسپولیس. تعداد مشتاقان برای دیدار با رونالدو از روز گذشتن بیشتره. ایرانسل هم در بیانیه رسمی شایعه اهدای سیم کارت بدون فیلتر به تیم النصر رو تکذیب و اعلام کرد این موضوع نیازمند مجوز نهادهای زیربط بوده. اینم حال و هوای محل استقرار پرسپولیسیا. تشویق شدید علیرضا به ایرانوند مقابل هتل باشگاه پرسپولیس. واکنش حسین کنعانی زادگان هم ببینید به تشویق پرسپولیسیا. از فرودگاه تا هتل با باشگاه النصر. اینم اختصاصی که سایت ورزش 3 از پایان جلسه فنی پرسپولیس گرفته. میبینید دیگه میلاد سرلک، محمد حسین کنعانی زادگان، علیرضا بیرانوند که قطعا ستاشون فیکسن. حالا از علیرضا بیرانوند هم بگیم که در بین تشویق تماشاگرا سوار اتوبوس شد. مصاحبه افشین پیروانی رو هم با هم دیگه ببینید. این شهر تو جوی که الان شاهدیم تو بیرین استادیوم بازی که بدون تماشاگر و هوادار تنهاتون نذاش. خب خدا رو شکر شرایط تیم خوبه، فقط تنها ناراحتیمون نبود هوادار. میبینید چجوری مشتاق بودن، ولی خب اتفاقی افتاد که ما محرومیم، ولی هوادارا همین که از راه دور و حضورشون به ما انرژی مثبت دادن، خستگی از تن ما رفت. وظیفه‌مون انجام بدیم بریم، ان شاءالله بازی خوب انجام بدیم با تیم منتخب جهان، ایشالله بتونیم پیروز و میدان بشیم. از منتخب جهان گفتی، رونالدو دوستاش اومدن، خیلی هوادارا یه ذره نگرانن، شما خودت بلشید. فوتبال دیگه، هر کی بهتر بدوه، تلاش کنه، زحمت بکشه، بهتر بازی کنه، مطمئنن اسما فوتبال بازی نمیکنن. اونا نفرات برگزیده فوتبال دنیا هستن، ما هم نفرات خوبی داریم، ایشالله میریم جنگ تن به تن که ایشالله بتونیم بازی رو پیروز از زمین بریم. اینم که کاروان النصر با اسکورت پلیس عازم آزادی شد. آها به به، چه اتفاق ویژه‌ای افتاد. من دیروزم گفتم که امیدوارم این اتفاق بیفته، ملاقات کریس رونالدو و سرکار خانم فاطمه همامی که خب به هر شکل نقاشی زیبا رو کشیدن، آرزوی ملاقات با کریس رونالدو رو داشتن و این اتفاق خوشبختانه افتاد. الو فاطمه. گود. اسم چیه؟ واو، very good. بگو با پای. فیلیس. یا، نایس. فاطمه.
میهمانان خارجی هتل پارسیان هم توجهشون به تیم پرسپولیس جلب شده و اونا هم در حال فیلمبرداری از تشویق پرسپولیسیا هستند. دیدار رونالدو با سرکار خانم فاطمه همامی هم سریعا در رسانه‌های عربستانی بازتاب داشته و دو صفحه پرمخاطب عربستانی در توییتر هم به این موضوع واکنش نشون دادن. به آرزوی موفقیت نماینده کشورمون در دیدار مقابل نماینده عربستان همه انرژیامونو ان شاء الله میفرستیم به سمت ورزشگاه آزادی برای تیم فوتبال پرسپولیس، برای نماینده ایران تا بتونن که با کسب 3 امتیاز از زمین مسابقه خارج بشن. دمتون گرم، هر چقدر راضی بودین لایک و سابسکرایب کنید. دوستتون دارم فعلا. No.